سال 74. اگر آلفا و بتا ریشه های معادله 2x-6x به اضافه 2 مساوی 0 باشند، مجموع جواب های کدام معادله به صورت آلفا بتا هم به اضافه 1 و بتا آلفا هم به اضافه 1 خواهد بود؟ ببینید بچه ها، این هم یک تیپ کلیه. یه معادله میدن، یه معادله میخوان که ریشه هاش یک رابطه با معادله قبلی دارن. من اول جمع و ضرب ریشه ها رو اینجا پیدا میکنم، یعنی میگم آلفای به اضافه بتا میشود که حالا اسمش بود S، سی آم ببخشید منفی بی آم میشود 6/3، آلفای ضرب در بتا که میشود پی، سی آم 1. حالا این دوتا ریشه رو، این رو میگیرم آلفا پریم، این رو میگیرم بتا پریم و اسپریم و پپریم رو به دست میارم. اسپریم یعنی جمع این دوتا، آلفا بتا اوم به اضافه 1 به اضافه بتا آلفا اوم به اضافه 1. این دوتا رو مخرج مشترک میگیرم، آلفا بتا آلفا 2 به اضافه بتا 2 به اضافه 2. اونایی که سوال رو از اول دیدن، من دو تا رابطه اصلی S و P گفتم و گفتم دو تا رابطه هم بعدن میگم حفظ کنید. یکیش اینه آلفا 2 به اضافه بتا 2 مساوی میشه با S2 منهای 2P. چیز عجیب غریبی هم نیست. S2 یعنی آلفا به اضافه بتا به توان 2 میشود آلفا 2 به اضافه بتا 2 به اضافه 2 آلفا بتا. حالا من منهای 2 آلفا بتا میکنم که فقط آلفا 2 به اضافه بتا 2 باقی بمونه. پس این مساوی با S2 منهای 2P تقسیم بر P به اضافه 2. S3 به توان 2 9 منهای 2 7 تقسیم بر 1 به اضافه 2 9. معادله ای که از من میخواد باید جمع ریشه هاش 9 باشه. جمع ریشه ها منفی 9، جمع ریشه ها منفی 12، جمع ریشه ها 9 و جمع ریشه ها 12. پس قطعا جواب می شود گزینه 3. حالا سوال پیش میاد واسط، اگر که اینجا مثلا یکی دیگه از این معادله ها هم جمع ریشه هاش 9 بود چی؟ خب ما اون موقع باید می بدیم پپریم رو هم حساب می کردیم. پپریم یعنی ضرب این ریشه ها، آلفا بتا هم به اضافه 1 ضرب در بتا آلفا هم به اضافه 1. ضرب کنید می شود 1 به اضافه آلفا بتا هم به اضافه بتا آلفا هم به اضافه 1. همین شد. پس اینم باید بشه 9. حالا ضرب این معادله هم جمع ضرب ریشه هاش هم می شود. حالا اگر که بخوایم تست حل نکنیم، تا اینجا میایم میگیم معادله جدید اینه x2 منهای اسپریم x به اضافه پپریم مساوی 0. پس x2 منهای 9x به اضافه 9 مساوی 0. با اینکه خیلی وقت بود و فقط با s رسیدم به جواب مسئله، ولی راه حل کاملش هم برات نوشتم.